نشانه های از چرخش فرانسه و بریتانیا به طرف سیاست مواجهه با ایران. آیا کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی حساسیت اروپا را برانگیخته؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. نسرین ستوده و نازنین زاغری در کانون تنشی تازه میان ایران و دو کشور اروپایی همزمان با آغاز ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه. رئیس جمهوری فرانسه با تقدیر از فعالیت‌های بشردوستانه نسرین ستوده او را به حضور در هیئت مشورتی زنان کشورهای گروه 7 دعوت کرد. درست بعد از آن دستگاه قضایی ایران به گفته همسر خانم ستوده او را به 37 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم کرد. دولت بریتانیا هم برای نازنین زاغری زندانی ایرانی بریتانیایی حمایت دیپلماتیک صادر کرد. در این گیرودار رئیس جدید قوه قضایی کارنامه حقوق بشری غرب را پر انتقاد و شرم‌آور توصیف کرده. آیا فضای همکاری میان ایران و اروپا به طرف رابطه ای انتقادی بر سر موضوعات حقوق بشری در حال تغییر است؟ در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با سه میهمان برنامه: مهران براتی، پژوهشگر و کارشناس روابط بین الملل از برلین، یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد از همین شهر، و سعید باقری، پژوهشگر حقوق بین الملل از مؤسسه دانشگاهی اروپا در فلورانس از همین شهر در ایتالیا با ما. خوش آمد میگم به میهمانان برنامه. خانم میزر، چطور فرانسه و بریتانیا از خودشون جدیت بیشتری نشون دادن مشخصا در مورد نسرین ستوده و نازنین زاغری؟ من فکر میکنم اگرچه اتحادیه اروپا و فرانسه و انگلیس قصد دارند در برجام بمانند، فشارهای زیادی از طرف ایالات متحده بهشون وارد میشه در موارد مختلف، و پیداست که فرانسه و انگلیس چه در رابطه با اسرائیل چه در رابطه با برخی از سیاستهای دیگه ایالات متحده در خاورمیانه همسویی های با ایالات متحده دارند. اقدامی که کردن از یه طرف خب بشر دوستانه است، هیچ کسی نمیتونه منکر فعالیت خانم ستوده باشه و یا نگران شرایطش نباشه، ولی قابل بحثه که آیا اقدامی که آقای مکرون کرد کمک کننده بود یا ضربه زننده، و حداقل نتیجه بلافاصلهش به نظر میاد ضربه زده. در مورد خانم زاغری همچنین دولت بریتانیا میتونست این کار رو قبلا هم انجام بده. من فکر میکنم نکردن این کار دقیقا به این خاطر بود که ممکن بود پرونده رو مشکل تر هم بکنه، و از این جهات باید دید در این بلبشوی سیاسی که فرانسه و انگلیس به نوعی جدا از اتحادیه اروپا تصمیم هایی گرفتن. در مورد انگلیس واضحه چرا، چون در مقطع در صورت جدایی یا تفاوت‌هایی با اتحادیه اروپا است. در مورد فرانسه به نظر من سیاست مشخص آقای مکرون که می‌خواد موقعیت خودش در اروپا رو جدا کنه از بقیه رهبران. باید دید که این چه تأثیر دراز مدتی بر روابط می‌گذاره. من تأکید می‌کنم، من فکر نمی‌کنم این تأثیری بر ادامه فعالیت اتحادیه اروپا در برجام داشته باشه. آقای براتی، قرار دادن شاخه سیاسی حزب الله در فهرست سیاه از طرف بریتانیا را هم اگر بهش اضافه بکنیم، اینها و اقدامهایی که ذکر شد خانم میزر بهشون اشاره کردن کنار همدیگه قرار میگیره، آیا میتونه مرتبط باشه با همدیگه؟ بله حتما مرتبط هستن، ولی من فکر میکنم در 40 سالگی انقلاب اسلامی در ایران و دیدن نتایج ناگوار این انقلاب، الان کشورهای اروپایی به فکر بدهکاری های افتادن که به ملت ایران دارن. خب فرانسه 40 سال پیش بیشترین امکانات رو برای آیت الله خمینی و همراهانشون به وجود آورد برای دامن زدن به انقلاب اسلامی در ایران، و
ایجاد امکانات دیپلماتیک میان کشورهای غربی و آمریکا با جمعی که هلوهوش آیت الله خمینی جمع شده بودن. فرانسه از این بابت یک بدهکاری، بابت بدهکاری دیگر قتل عبدالرحمن برومند و شاپور بختیار که به فاصله 3 ماه در اثر سهل‌انگاری نهادهای امنیتی فرانسه اینها به دست فرستادگان جمهوری اسلامی کشته شده. خب اگر توجه بکنید میبینید که در خرداد ماه امسال وزیر خارجه امریکا یک بیانیه 12 ماده‌ای صادر کرد و از حکومت ایران چیزهایی خواست. الان در 15 بهمن همین سال هم اتحادیه اروپا یک جمع‌بندی از مجموعه مسائلی که مربوط به ایران میشه انجام داده، در اون اعتراض کرده به حمایت مالی و نظامی جمهوری اسلامی از بازیگران غیر دولتی در سوریه و لبنان، اعتراض کرده به حضور، ادامه حضور در سوریه، به ادامه حضور در یمن و عدم حمایت از قطعنامه شورای امنیت، اعتراض کرده به فرستادن تجهیزات موشکی برای جریانات شورشی در منطقه، اعتراض کرده به ادامه ساخت موشک‌های بالیستیکی، اعتراض کرده به اقدامات خصمانه مربوط به ترور شخصیت‌ها و افراد اپوزیسیون در فرانسه و هلند و دانمارک، اعتراض کرده به عدم رعایت حقوق اقلیت‌های قومی، دینی، حقوق زنان و در نهایت اعتراض کرده به نقض حقوق بشر در ایران و احکام اعدام و قتل. خب همه اینها رو که کنار هم می‌گذاریم فکر می‌کنم یک تغییر سیاست نهادینه در اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی به وجود اومده، با این دید که احتمال تغییر و تحولات سیاسی رو در آینده نزدیک در ایران کم نمی‌بینند. بسیار خوب. آقای باقری، اگر نگاه بکنیم به موضع آلمان که اتفاقا تبعیت نکرد، همراهی نکرد با موضع بریتانیا در زمینه قرار دادن شاخه سیاسی حزب الله در فهرست سیاه، آیا میشه گفت که اروپا اگرچه بر سر برجام ممکنه که نوعی از وحدت نظر رو به نمایش بگذاره، ولی بر سر مسائل حقوق بشری ممکنه که دچار اختلاف باشه در مورد ایران؟ بله، خب به طبع همین هست. ببینید طی سالیان گذشته اگر نگاه بکنیم به رویکرد کشورهای اروپایی در قبال ایران، میبینید که خب هر کدوم از این کشورهای اروپایی سیاست خاص خودشون رو در قبال دولت جمهوری اسلامی از خودشون به نمایش گذاشتن. و خب اون چیزی که الان شما ببینید، خب من قبل از هر چیز باید به این مسئله اشاره بکنم، اون اقدامی که آقای مکرون داره امروز در واقع انجام میده با دعوت خانم ستوده به عنوان یک فعال حقوق بشری، که خب خودش هم مطمئن هست که از قبل مطمئن هستن که ایشون نمیتونه اونجا حضور پیدا بکنه، این نمیتونه تمثیل بکنه در واقع رویکرد کلیه کشورهای اروپایی رو. همین خود ایتالیا رو شما در نظر بگیرید، سوای اون مباحثی که مسائلی که در مورد در واقع حفظ برجام مطرح شده، با اینکه خب یکی از کشورهای مهم و در واقع ایجاد کنندگان تأسیس کنندگان اتحادیه اروپا به شمار میره، ولی خب خیلی روابط خوبی داشته با دولت ایران، خیلی نزدیک هست به روسیه که یکی از متحدین اصلی ایران هست، و حتی در رفتارهای اخیر هر کدوم از این کشورها به خصوص در مباحث مربوط به حقوق بشر نمیشه گفت که زیاد متفاوت هستند از ایران. حالا نمیتونم در مورد آلمان این مسئله رو مطرح بکنم، ولی خب خود ایتالیا از جمله کشورهایی که اخیرا خیلی داره متهم میشه با رفتارهای غیر حقوقی، در واقع مغایر حقوق بشر، اون چیزی که داره مطرح میشه در داخل کشور ایتالیا در قبال مسائل مربوط به پناهندگان. ولی خب اون چیزی که آقای مکرون امروز دارم مطرح میکنم، به نظر من یک اقدام کاملا سیاسی هست جدای از کشور آلمان، و هدفشون هم در واقع این برمیگرده به اون اقداماتی که پارسال در واقع آغاز شد، و این سیاست در واقع دنبال رو سیاست پارسال آقای مکرون هست. بعد از اون اقدامات تروریستی که در پاریس انجام گرفت، در واقع اشخاصی اومدن افرادی رو ترور بکنن در میتینگ سازمان مجاهدین خلق، که بلافاصله دولت آقای مکرون اومد وزارت اطلاعات ایران رو متهم کرد به این کار، و پس از اون چیزی که در دانمارک اتفاق
افتاد و آقای مکرون در واقع آغازگر این سیاست شدن، حتی کشورهای دیگر اروپایی رو تشویق کردن به اینکه او بیان این فشارها رو افزایش بدن علیه دولت ایران. و امروز اون چیزی که آقای مکرون دارن انجام میدن با دعوت خانم ستوده، میخوان بار دیگر این مسئله رو در جامعه بین المللی مطرح بکنن که این دولت جمهوری اسلامی که برای حفظ برجام دارن ادعا میکنن که بانی صلح در خاورمیانه هستند، در واقع برای حمایت از حقوق بشر در منطقه دارن اقدام میکنن. خب میبینه الان یک فعال حقوق زن، فعال حقوق بشر که در داخل ایران در تابعیت کشور ایران هست، الان نمیتونه اینجا حضور پیدا بکنه و این سوالی هست که در این مجمع، در این هیئت مشورتی مطرح خواهد شد و آقای مکرون به طور جدی به دنبال این مسئله هستن و خیلی به زبان ساده اگر بخوام بگیم، ایشون عاشق چشم ابروی یک تابعی ایرانی که نیستن، به خاطر اینکه حتی در خارج از کشور خیلی از در واقع ایرانی ها هستن که خیلی هم فعال هستن، خیلی فعالین حقوق بشری داریم، ولی خب چرا که ایشون از اونها دعوت نکردن؟ خب این چیزی که امروز ایشون دارن به نمایش میگذارن در واقع به نظرم میرسه که تشویق کشورهای دیگر اروپایی برای فشار آوردن به ایران و همونطور که خانم میزر هم گفتن در واقع میخوان این سیاست تازه رو ابداع بکنن در اتحادیه اروپا و یک در واقع خودشون رو یک مقدار جدای از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا به خصوص آلمان قرار بدن. خانم میزر، در این گیرودار چقدر اومدن آقای رئیسی میتونه باعث دلسردی اروپا شده باشه؟ ببینید، اروپا من فکر نمی کنم جزئیات مسائل رو با اون دقتی که ما فکر میکنیم در دست دنبال میکنه، ولی در سیاست خودش تعیین کننده بدونه. این اروپایی است که فراموش نکنید عربستان روزنامه نگاری رو به فجیع ترین وضع موجود به قتل رسونده و هیچ کاری باهاش نداره. این اروپایی است که در رابطه با حزب الله که شما گفتید، خب متحد خانم می در پارلمان انگلیس DUPه که وابستگی داره به یک جریانی که میشه گفت شاخه سیاسی یک جریان نظامیه که در ایرلند شمالی سابقه حرکات نظامی راستش فاشیستیش کم نیست. در نتیجه این مسائل رو باید از دید به نظر من فقط و فقط منافع سیاسی اون لحظه کشورهای مختلف دنبال کرد. نباید زیاد در این رابطه ما دنبال این باشیم که پرنسیپ رو ببینیم یا مثلا این که در پاسخگویی به انتخاب رئیسی ماکرون رفته. من فکر میکنم مهمان شما از ایتالیا به درستی میگه که این ربط داره به بخشایش ربط داره به سیاست داخلی فرانسه، بخشایش ربط داره به نقشی که ماکرون برای خودش در اروپا قائله. من مطمئنم سابقه رئیسی رو که درسته در خیلی از کشتار زندانیان سیاسی در دادستانی در صدور حکم‌های فجیع شریک بوده اطلاع دارند، ولی آیا از حکم‌هایی که آقای بن سلمان داده بی اطلاع؟ نه، به همون اندازه اون اطلاع دارن که اینو اطلاع دارن. انتخابشون فقط و فقط منافع اون مقطعه. آقای براتی، شما چی فکر میکنید؟ آیا این گونه است که منافع ملی کشورها و عملگرایی اونها گهگداری باعث میشه که به مسائل حقوق بشر در کشوری مثل ایران نگاه بکنن و نیم نگاهی در حقیقت داشته باشن؟ خب این در گذشته اینطور بوده و الان هم به احتمال در اجزا همینطور هست، اما اتحادیه اروپا الان یک نهاد سیاسی است که میخواد در سطح بین المللی جدا از تک منفعت‌های کشوری سیاستی عرضه کنه و به همین دلیل هم من خیلی با نظر دیگر دوستان در این برنامه موافق نیستم. فکر میکنم که اگر 40 سال پیش آیت الله خمینی نماد مقاومت و اعتراض و انقلاب در جمهوری اسلامی بودن، امروز خانم نسرین ستوده نماد جنبش دموکراسی خواهی و حقوق بشری در ایرانه و ایشون بیدلیل نیست که از طرف جریانات گوناگون و شخصیت‌های گوناگون اپوزیسیون ایران به عنوان نماد رهبری کننده جنبش اعتراضی آینده
پیشنهاد جنب عنوان یک نماد افتخاری برای همچین حرکتی. عکس العمل جمهوری اسلامی هم در همین رابطه است. فقط هم مسئله مربوط به فرانسه نمیشه، آلمان هم در مورد حرکت دموکراسی خواهی در ایران همچین دیدی داره. فکر میکنن اشتباهات گذشته رو که در رابطه بود، خب ما 40 سال پیش ما شوروی رو، اتحاد جماهیر شوروی رو در همسایگیمون در افغانستان داشتیم و غرب در مقابله با اتحاد جماهیر شوروی جریانات تروریستی اسلامی رو حمایت کرد، طالبان و دیگران رو، و دامن زد حتی به انقلاب اسلامی در ایران، حمایت کرد برای اینکه شوروی رو از اونجا بیرون بکنه. این مسئله که الان در دستور کار نیست، بنابراین میبینن چون به ویژه چون نه آمریکا و نه اتحادیه اروپا احتیاجی به نفت و گاز این منطقه ندارن، نفت و گاز این منطقه دیگر تعیین کننده در احتیاجات چون نیست. این تغییر احتیاجات در این شرایط باعث میشه که رویکرد بیشتری به این مسئله داشته باشن که بالاخره یک نیروی اصلی قدرت نمایی در منطقه که جمهوری اسلامی است، این چه سیاستی رو میخواد به پیش ببره. همگی اعتراض دارن الان به پیش برده همچین سیاستی و فکر میکنن برای بازگشت آرامش به این منطقه، گرچه همراه میشن با کشورهای غیر دموکراتیک مثل عربستان سعودی، امارات عربی و دیگران، و اونها هم دموکرات نمیدونن، ولی فکر میکنن شرط اول برای تثبیت ثبات و امنیت در این منطقه این هست که صحیح. جلودار حرکت جمهوری اسلامی بشن. و معلومه که مسئله حقوق بشر در این منطقه، در این کشور، یک وسیله است برای اعمال فشار بیشتر روی جمهوری اسلامی. آقای باقری، از حرفای شما آیا میشه اینطور فهمید که آنچه که دیروز ابراهیم رئیسی گفت درسته؟ او گفتش که کشورهای غربی اصلا در جایگاهی نیستن که نسبت به مسائل حقوق بشری ما از در موعظه وارد بشن، به خاطر اینکه وضعیت اون خودشون بدتره؟ ببینید، این بحث تازه این نیست. حتی ببینید، حتی قبل از انقلاب میبینید، اگر توجه داشته باشید، این اعلامیه جهانی حقوق بشر که تصویب شد قبل از انقلاب، در واقع دولت شاه اومد طرف این اعلامیه شد، با اینکه لازم الاجرا نیست. بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران همراه با کشورهای دیگر اسلامی، هیچ کدوم اصلا اعتقاد به این ندارن که حقوق بشر اون چیزی هست که در واقع امریکایی ها و یا اروپایی ها دارن صحبتش رو میکنن. حتی این اعلامیه ای که تصویب شده، دولت جمهوری اسلامی از ابتدای امر معتقده به اینه که در قالب نظریات و ایده های به اصطلاح کشورهای اروپایی نوشته شده. و خب اون چیزی که الان امروز آقای رئیسی دارن صحبت میکنن، به نظرم خب چیز تازه این نیست. و صرف نظر از اینکه تازه هست یا نیست، سوال من اینه که فکر میکنید که ایشون حق به جانبه که چنین حرفی رو میزنه، با توجه به این که خب معیارهای حقوق بشری هم ممکنه که بین غرب و شرق فرق کنه؟ خب دقیقاً اینطور هست. اون ایشون دارن تازه شروع به کار میکنن و خواستن به نوعی اون خط قرمز خودشون رو نشون بدن، ولی خب در عمل این احساس میکنم خیلی سوالی که پاسخش مشخص و مبرهن هست. اون چیزی که داره الان تو ایران داره اتفاق میفته، ببینید، اون کسایی که دارن اعلام نظر میکنن همون خانم زاغری هستن، خانم ستوده هستن، کسایی که در بند هستن الان، کسایی هستن که دارن در مورد حقوق اولیه شهروندان ایران صحبت میکنن، ولی خب اون در حال حاضر ایشون در بند هستن. و خب این نشون میده که در عمل کدوم طرف داره در مورد واقعیت ها صحبت میکنه. ولی خب اون نفی نمیکنه رفتار کشورهای دیگر رو. خود آقای مکرون رو اگر در نظر داشته باشید، طی یک سال اخیر اون اتفاقاتی که در پاریس داره اتفاق میفته، جلیک زردپوش ها، خب این خودش نشون از در واقع نقض حقوق بشر داره میکنه، صرف نظر از اینی که فرانسه هم واره پیش رو در واقع اجرای حقوق بنیادین بشری بوده. ولی خب هنوز که هنوزه دولت آقای مکرون داره معترضین رو سرکوب میکنه، به خاطر اینکه دارن در مورد حقوق اولیه شهروندای فرانسوی صحبت میکنن. به نظر من، ولی خب این نمیشه گفت که کدومیشون در واقع برتری دارن نسبت بر دیگری، ولی خب این نمیشه گفت در واقع منظورم اینه که این دلیل بر این نیست که آقای رئیسی درست میگن یا
در واقع ادعایشون واهی هست. اون چیزی که در عمل ما میبینیم بایستی در موردش صحبت بکنیم و اون چیزی که متاسفانه هست وضعیت حقوق بشر در داخل کشوره. خانم مزر، اگر در نهایت نگاه بکنیم، شما به منافع کشورها اشاره کردید، مواضع عملگرایانشون، آن چی که الان میبینیم برایند رو اگر نگاه بکنیم، آیا میشه گفت که وضعیت حقوق بشر در ایران یکی از مهمترین عواملی هست که ممکن رابطه ایران و اروپا رو در مخاطره قرار بده؟ ببینید، دو مطلب رو باید قبلش بگم، من به بعد به این مسئله میرسم. یکی اینه که موقعیت جغرافیایی نظامی ایران موقعیتی است که فکر کنم مهمتره برای اتحادیه اروپا، برای کشورهای مختلف اروپایی، و این در حقیقت میشه گفت تقصیر جمهوری اسلامیه، ولی مسئله به این سادگی نیست. جمهوری اسلامی در این موقعیت قرار گرفته برای اینکه حکومت‌هایی مثل بوش و بلر حمله کردند، بزرگترین دشمنان ایران در منطقه رو از قدرت کنار گذاشتن، در نتیجه ایران قوی شده و قوی شدنش باعث نگرانی‌های عربستان سعودی و اسرائیل شده. ما میتونیم بگیم جمهوری اسلامی مقصره، ولی در دید فکر میکنم خیلی ها که به منطقه ما نگاه میکنن همچنان مقصر اصلی بوش و بلر هستند و جنگ عراق و خرابی که در خاورمیانه ایجاد کردند. البته که من وقتی میگم منافع ایران، منافع اروپا، منظورم این نیست که فقط نفت ایرانو میخوان. مسئله اتفاقا منفیه. مسئله اروپا و منافع ایالات متحده و اروپا در منطقه جلوگیری از صدور نفت ارزان ایران به چینه، و در نتیجه این معامله منفی مسئله کوچیکی نیست در این رابطه. البته که حقوق بشر در ایران مرتب و مکرر زیر پا گذاشته شده. ما کشتارهای زندانیان سیاسی رو داشتیم. الان زندانیانی داریم که واقعا هیچ کس نمیتونه مقایسه کنه حتی با زندانیان سیاسی در اروپا یا در هیچ جای دیگه دنیا. کسانی که اعتراض میکنن برای اینکه حقوقشون رو ندادن در زندانن. خانم ستوده برای دفاع از کسایی که هیچ گناهی نداشتن زندانه. در نتیجه حقوق بشر ایران مسئله مهمیه، ولی اروپایی که در افریقا، در خاورمیانه چشم پوشیده بر حقوق بشر میلیون ها شهروند جهانی، در موقعیتی نیست که درس بده به کسی راجع به حقوق بشر. و به این دلیل که من فکر می کنم دستیابی به این بحث باز مسئله سیاسیه. سالها فراموش می کنن، وقتی به نفعشونه یادشون می افته، بعد دوباره فراموش می کنن. آقای بلاتی، اگر به این مقطع تاریخی نگاه بکنیم، همکاری اروپا با ایران بسیار میتونه برای ایران تعیین کننده باشه، بسیار مهم باشه. ما وضعیت اقتصادی رو در ایران میدونیم که به چه شکل هست. به نظر شما اروپا داره به کدوم سمت میره؟ آیا مسائل حقوق بشری به اندازه‌ای هست که مثلا همسنگ برجام قرار بگیره؟ مثلا شما اشاره کردید خیلی مهمه، ولی تا چه اندازه اهمیت داره؟ خب اروپا حاضر به این مسئله نیست که به نوعی مستعمره سیاسی ایالات متحده آمریکا باشه و پشتیبان کنه از هر قدمی که اونا در صحنه سیاسی برمی‌دارن. خب این کار رو در رابطه با برجام به خوبی نشان دادن، در همین بیانیه 12 ماده‌ای 15 بهمن 97 که اشاره کردم، در اونجا به کرات میگن که بودنشون رو در برجام توسس ادامه میدن و حتی استقبال میکنن از اینکه جمهوری اسلامی در رابطه با قوانین مربوط به پولشویی و غیره اقداماتی انجام داده. همه اینها رو در اینجا میگن در این مسئله. اما یه مسئله اساسی تر الان در این شرایطی که هستیم، مسائل به اصطلاح خیلی اخلاقی در مورد حقوق بشر، مقایسه اونها با حقوق بشر در اروپا، آمریکا و در ایران این نیست. اصل اساسی الان یک مسئله ایست که تغییر توازن قدرت در این منطقه در یک شکل نامتوازنی داره ادامه پیدا میکنه. اسرائیل قدرت نظامی برتر در این منطقه است. عربستان سعودی اضافه شده به عنوان یک قدرت نظامی برتر در این منطقه و نیروهای دیگه، مدعیان دیگر پیدا شدن. جمهوری اسلامی در این
شرایطی قرار گرفته برای حفظ موقعیت خودش اقدامات ناشیانه ای انجام میده. خب الان میتونیم بگیم که اتحادیه اروپا در اساس دنبال اینه که در کل منطقه در حقیقت یک وضع پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو به وجود بیاره، به این معنا که ما سابق یک نظام دو قطبی داشتیم، یک طرف آمریکا یک طرف اروپا و آمریکا. الان قطب آمریکا و اروپا تقسیم شدن، اروپایی ها میخوان در رابطه صحیح. با اتحاد با روسیه و کشورهای اروپایی در این قطب تاثیرگذاری سیاسی داشته باشن و این مسئله به هر صورت این بازی رو باید در ابعاد دیگری روش بحث کرد، فقط مسئله مربوط به مسئله حقوق بشری نمیشه. درسته. خیلی خیلی کوتاه، وقتمون خیلی کمه، در حد 40-50 ثانیه آقای باقری، آقای براتی به اقدامات ناشیانه اشاره کردن، چرا اصلا ایران هیچ وقت به نظر نمیاد که تلاشی بکنه در جهت اینکه دست کم این بهانه رو از نظر بعضی ها برداره؟ چرا وضعیت حقوق بشری رو سعی نمی‌کنه که کمی بهبود بده که دست کم کمتر مورد انتقاد قرار بگیره؟ خیلی کوتاه لطفا. خب به گمان من این برمیگرده به سیاست‌های کلی نظام. ببینید این چیزی که اصلا ربطی به کشورهای دیگر نداره و بارها و بارها پاسخ سوال شما رو خود مقامات ایران داده، این چیزی که برمیگرده به سیاست‌های داخلی یک کشور و هر موقع کشورهای اروپایی خواستن در این مورد اظهار نظر بکنن، اینها دستشون رو گذاشتن روی اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها که به نظر من زیاد نمیشه روش مانور داد، به خاطر اینکه اظهار نظر در مورد حقوق بشر در واقع مداخله در امور داخلی کشورها نمیتونه محسوب بشه. سپاسگزارم از سعید باقری پژوهشگر حقوق بین الملل، یاسمین میزر سردبیر نشریه کریتیک و مهران براتی پژوهشگر و کارشناس روابط بین الملل. برنامه بعدی ما رو میتونید روز پنج شنبه ببینید. شب و روز بر شما خوش. We'll be right back.